بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و گرانقدر، امروز من خبری را دیدم که این اتفاق دیروز افتاده بود، یعنی روز چهارشنبه، و بسیار دردآور بود و بسیار واقعا شوک‌آور بود، یعنی که بعضی از انسان‌ها چقدر خبیث میتونن بشن، چقدر میتونن ظالم بشن، چقدر میتونن ستمگر بشن و چقدر میتونن که اینها جنایت بیافرینن و چقدر سخت دل باشن، بیرحم باشن که وارد خانه فرد بشن، بعد سه تا طفل را سر ببرند. این واقعا، حالا حتی اگر از منظر اسلامی صحبت نکنیم، به الله از منظر انسانی اصلا من نمیتوانم، یعنی چی نام بالای اینها بگذاریم. یعنی اگر بگذاریم حیوانات درنده، من فکر میکنم که به حیوانات درنده هم واقعا ما تهمت زدیم و توهین کردیم. یعنی این قدر انسان وقیح بشه، این قدر انسان پست بشه و رذیل بشه که نه که این که بیگناه، بلکه یک طفل، یک سه تا طفل را بگیرید سر ببرید. یعنی من حیرانم که چی بگویم. حتی هر، حالا در بعضی از اخبار حالا مسائل پخش شده که مسائل خانوادگی بوده، هر مسئله‌ای که بوده باشه، من نمیدانم یعنی به این طفل معصوم، این بیچاره چی کرده به تو حیوان، البته با معذرت از جهان حیوانات، چیگونه یعنی ممکنه که یک انسان اینقدر وقیح بشه و اینقدر پست بشه و رذیل بشه که حتی به سه تا طفل رحم نکنه، اونها را سر ببره. اجازه بدید دوستان من اول این خبر رو پخش کنم، بعد یک تعلیق کوتاه خواهم داد. والله از تعلیق دادن انسان یعنی خسته میشه. باور کنید، من قبل از اینکه بیام چند کلمه با شما درد دل بکنم، یعنی مانده بودم که چی بگم، از کجا شروع بکنم. یعنی باور کنید یک شوک بر من وارد کرد. یعنی دوستان من از شما خواهش میکنم، خصوصا شماهایی که مثلا فرزند دارید، تصور کنید که یعنی الله متعال سبحانه و تعالی همه ما را حفظ بکنه، خانواده های ما را حفظ کنه. تصور کنید که این اطفال، یعنی اطفال ما بودن یا اطفال خانواده ما بودن، ما چی کار میکردیم؟ یعنی عکس العمل ما چی خواهد بود؟ چی کار میکردیم؟ اون نور چشم ماست، عزیز دل ماست، فرق نمیکنه، برادر مسلمان ماست، یک طفله. اجازه بدید دوستان عزیز من برایتان خبر را پخش کنم، با هم دیگر میبینیم، پس دوباره با صحبت میکنیم انشاءالله. رویداد غم‌انگیز در دل کابل، سربریدن سه کودک در ناحیه 11 شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس. پس از چاشت امروز، افراد مسلح ناشناس در منطقه خیرخانه ناحیه 11 شهر کابل وارد یک خانه شده و سه کودک آن خانواده را به گونه بی‌رحمانه سر بریدند. پدر این کودکان که بدشواری سخن میگوید، چگونگی این رویداد را این گونه حکایت میکند. ما وقتی وظیفه رفتم، مشغول کار بار بودم، دخترکم مجدنام ساعت 10 بجام میبره میره مکتب. از مکتب که پس دوباره میان، این از چیز خیز میزنن از سر پرچال. بازوجا میرن، اول یار مضمون میکنن، برشان آب میوه میتن و چیز میتن، دیگه بیسکیت برشان میتن. بعد از او باز یکار یک شده این خانه میاره حلال میکنن، با یک دیگهش میبره در او خانه. دو تا بچگه کمه، یک دختر من. کودکان جان باخته 2 ساله، 5 ساله و 7 ساله بودند. گفته می شود که افراد مسلح ناشناس نخست این کودکان را با مواد خوراکی مسموم ساخته و سپس با ضرب چاقو سر بریدند. صبح بچه خوب بود، بچه آرام بود، خودش وظیفه رفته بود، دخترکش مکتب رفته بود، خانمش فاطیه بود کامپیسا رفته بود. وقتی که دخترکش آمده بود که دیدن همشیرش هفتیده است. مسلمان چی که یهود و نصارا مثلا دیکار نمیکنه، سه تا طفل مثلا در خانه حلال شده، این قضیه است که به احتمال قوی مثلا قضیه خانوادگی باشه و در غیر از او این قضیه است که مثلا کسی دزدی با بدزدی آمده باشه. فرماندهی پلیس کابل این رویداد را ناشی از خصومت خانوادگی دانسته و از بررسی ها در این زمینه خبر می دهد. بله، فقط خبر می دن که این رویداد خانوادگی بوده، یعنی همه قدر خلاص مسئولیت شما حکومت تمام شد که بگویید رویداد خانوادگی بوده. این یک رویداده. روزانه انفجارات در داخل کابل و بیرون از کابل میشه و مردم کشته میشن، مردم از بین میرن، خون مردم
بر روی سنگ‌های سرک‌ها و فرش میشه، روی سنگ‌ها فرش میشه، روی اسفالت فرش میشه، خون مردم. شما کدامش جواب دادید که با این تو جواب بدید؟ بله، چند وقت پیش در کابل شما 3-4 تا خائن پست رزیل را گرفتید که به یک دختر تجاوز کردند، بعد او را کشتند. چیکارش کردید؟ حبس تنفیذی دادید، خاک بر سرتان با این قانونتان. شما به فکر مردم نیستید. ای مردم، به فکر خودتان باشید. تصور کنید اینها فرزندان شما هستند. تصور کنید این طفل فرزند شماست. یعنی به همین مقدار که خلاص ما بررسی میکنیم، خلاص کار تمام شد، مسئولیت شما تمام شد. پس شما چرا خودتان را حکومت میگید؟ دوستان عزیز، این حیوانات، این وحشی ها در هر جا هستند. اگر این حیوانات و وحشی ها دست اینها گرفته نشه، اگر این وحشی ها دستشان گرفته نشه و قانونا با اونها برخورد نشه، اینها دنیا را به تباهی میکشن، زمین را اینها فاسد میکنن. قانون برای اینه و اسلام عزیز هم که قوانین میگذاره، خب به خاطر همینه که در برابر همچون حیواناتی بفهمی که چیگونه برخورد بکنی، چیگونه برخورد بکنی، چیگونه برخورد صورت بگیره. شما تصور کنید اینها را بگیرن، اینها را به جزای اعمالشان میرسانن. بیرحمانه اطفال رو، اطفال، دوستان عزیز این حرف خوردی نیست به خدا قسم، اطفال را میگیرن سر میبرن با اون وقاحت و با اون خباثت و با اون پستی و نجاستی که در درون آنهاست. بعد بگیره چیکار میکنه؟ با پول همین پدر او را به داخل زندان میفرسته، همین تکسی که از این پدر میگیره، تکسی که از این پدر مظلوم بیچاره ای که حرف زده نمیتونه، از تکس او انمو خبیثر باز تمویل میکنه، انمو خبیثر میپرورانه به داخل زندان. این قانونه، این قانون شد. شما را به خدا، آیا دل این پدر خوش میآید که از پول او و از مالیات او، از پولی که از جیب او میگیری، از موبایل او میگیری، بر شکم این خائن قاتل خواهید کرد؟ اگر او را بگیری، اگر واقعا هم این کار صورت بگیره، باز شما خواهید دید که با اینها چی کار خواهند کرد. دوستان عزیز و گرانقدر، والله من یعنی حرف دیگه برای گفتن ندارم. این خبر را که دیدم واقعا شوکه شدم، که یعنی دیده بودیم، یعنی کسی زنش رو میکشه با حیوانیت و با وحشت و با بدبختی تمام، همسرش رو میکشه، زن مردش رو میکشه، مرد زنش رو میکشه. ما از این وقایع زیاد دیدیم، اما اینها دیگه واقعا خیلی شوک‌آوره دوستان عزیز، که کسی زنش رو بکشه، زن مردش رو بکشه، یک دختر معصوم، یک پسر معصوم توسط یک حیوان درنده سر بریده شه. نمیدانم دوستان عزیز چی بگم، اصلا ماندم، به الله قسم ماندم که چی بگم. سرتان رو به درد نمیارم. الله متعال سبحانه و تعالی به حال ما رحم بکنه و ما را توفیق بده که بتوانیم خود ما سرنوشت خود را به دست خود بگیریم و با این حیوانات به گونه ای که میبایست با آنها برخورد بکنیم. جزاکم الله خیرا، تشکری میکنم از حوصله مندیتان. السلام علیکم و رحمت الله.